در جستجوی زمان از دست رفته، اثر مارسل پروست. کتاب چهارم، صدوم و عموره. راوی محمد حسن پور. فصل اول از بخش دوم، قسمت 23. البته دسته کوچک وردورن ها در این زمان مسئله بسیار زنده تر از محفل خانم سوان داشت، که کمکی ناسیونالیستی، از آن هم بیشتر ادبی و البته پیش از هر چیزی برگویتی بود. دسته کوچک کانون فعال بحران سیاسی طولانی به اوج شدت خود رسیده، یعنی دریفوس گرایی بود. اما بیشتر اشرافیان چنان با تجدید محاکمه مخالف بودند که وجود یک محفل دریفوسگرا همانقدر محال می نمود که محفل کمونگرایی در دوره دیگری. پرنسس دو کابرا رولا که با خانم وردورن در جریان نمایشگاه بزرگی آشنا شده بود که او برگزار کرد، روزی برای دیداری طولانی به خانه او رفت، با این امید که برخی عناصر جالب دسته کوچک را از راه به در ببرد و به محفل خودش بکشاند. و در این دیدار با کوششی برای پا گذاشتن جای پای کسانی چون دوشس دو گرمانت، از خلاف عقاید رایج دم زد و همه اشرافیان را احمق خواند، کاری که به نظر خانم وردورن بسیار بیباکانه آمد. اما این بیباکی بعداً تا به آنجا نرسید که پرنسس جرأت کند در میدان اسب دوانی بلبک زیر آتش نگاه‌های خانم‌های ناسیونالیست به خانم وردورن سلام کند. در مقابل همه از خانم سوان به خاطر اینکه عقیده درستی داشت خرسند بودند و این به دلیل ازدواجش با یک مرد یهودی حسن او را دوچندان می‌کرد. با این همه کسانی که هیچگاه به خانه‌اش نرفته بودند مجسم می‌کردند او فقط مشتی یهودی گمنام و شاگردان برگوئت را دعوت می‌کند. زنانی با لیاقت‌های متفاوت با خانم سوان را بدین گونه یا به دلیل اصل و نسبشان در پایین‌ترین درجه موقعیت اجتماعی طبقه بندی می‌کنند، یا به این دلیل که از جشن‌ها و شب‌نشینی‌ها خوششان نمی‌آید و هیچگاه در آنها دیده نمی‌شوند. و به نادرستی چنین فرض می‌شود که به آنها دعوتشان نکردند، یا به این دلیل که هیچگاه از دوستی‌های محفلی و اشرافیشان حرف نمی‌زنند و سخنشان فقط از ادبیات و هنر است، یا به این دلیل که کسانی پنهانی به دیدنشان می‌روند و یا خود ایشان آن کسان را پنهانی می‌پذیرند تا در حقشان بی‌ملاحظگی نکرده باشند. به این دلیل ها و هزار دلیل دیگری که سرانجام موجب می شود این یا آن زن به چشم بعضی ها زنی بیاید که دعوت کردنی نیست. چنین بود وضعیت اودت. خانم دپینووا که مایل بود وچی به صندوق میهن فرانسوی بریزد و از همین رو ناگزیر به دیدن اودت رفته بود، به همان نحوی که ممکن بود به مغازه خرازی فروشی برود، در حالی که مطمئن بود در خانهش فقط چهره هایی خواهد دید که حتی تحقیرشان هم نمی کند بلکه فقط برایش ناشناسند، بر جا میخکوب شد هنگامی که در را به رویش گشودند و چشمش نه به محفلی که مجسم کرده بود بلکه به تالاری جادویی افتاد و انگار بر اثر تغییر شکلی از آن گونه که در قصه ها رخ میدهد میان چهره های خیره کننده‌ای که روی دیوان ها لمیده یا روی مبل ها نشسته بودند و خانم میزبان را با نام خودمانیش صدا می زدند، والا حضرت ها و دوشس هایی را شناخت که خودش، یعنی پرنسس دپینووا، مشکل می توانست به خانه خود دعوتشان کند. و در آن لحظه زیر نگاه های نوازش آمیز اودت، مارکی دولو و کنت لوی دو تورن و پرنس بروگزه و دوک دستر کمر به خدمتشان بسته بودند و به ایشان آب پرتقال و نان خامه ای تعارف می کردند. پرنسس دپینووا از آنجا که کیفیت اشرافی و محفلی را ندانسته در ذات و درون آدم ها می دانست، ناگزیر خانم سوان را از قالبی که در آنش می پنداشت در آورد و در کالبد یک زن برازنده جا داد. بدین گونه بی خبری از زندگی واقعی زنانی که از این زندگیشان در روزنامه ها خبری نیست، برخی وضعیت ها را در پرده ای از رمز پنهان می کند و این خود در تنوع دادن به محفل ها سهیم است.
در آغاز چند تنی از مردان اشرافی که کنجکاو آشنایی با برگوئت بودند در مهمانی های خودمانی شام اودت شرکت می کردند و اون این ظرفیت را که تازه به دست آورده بود به خرج داد و جار نزد. این مردان در خانه اودت آنچرا که شاید خاطره ای از دسته کوچک بود و اودت پس از انشعاب سنت‌هایش را همچنان حفظ کرده بود باز می‌یافتند، یعنی جای آماده هر کس سر میز شام و از این قبیل. اودت آنان را همراه با برگوئت به افتتاحیه‌های جالب می‌برد، کاری که در ضمن مرگ برگوئت را هرچه نزدیک‌تر می‌کرد. آن مردان از اودت با چند زنی از محیط خودشان که آن همه نوآوری می‌توانست علاقه‌شان را جذب کند حرف می‌زدند. این زنان شکی نداشتند که اودت دوست نزدیک برگوئت در نوشتن آثارش کم و بیش با او همکاری کرده است و او را هزار بار هوشمندتر از برجسته ترین زنان فوبور می دانستند. به همین دلیل که همه امیدهای سیاسیشان را به برخی جمهوری خواهان میانه رو چون آقای دومر و آقای دشانل می بستند. در حالی که به گمانشان فرانسه از دست می رفت اگر سرنوشتش به دست سلطنت طلبانی چون شارت‌ها یا دودوویل‌ها می افتاد که اغلب به شام دعوتشان می کردند. این تغییر موقعیت اودت با خیشتنداری و ملاحظه ای از سوی خودش همراه بود که به او اطمینان و شتاب بیشتر می داد. اما نمی گذاشت کسانی از آن بو ببرند که در قضاوت درباره ترقی یا انحطاط یک سالن به گزارش‌های روزنامه گلووا متکی بودند، به گونه‌ای که روزی در یک برنامه تمرین کامل نمایشنامه‌ای از برگوئت که در یکی از برازنده‌ترین تالارها به نفع یک انجمن خیریه برگزار شد، چشم همگان به منظره‌ای افتاد که به راستی برای خود رویدادی بود. در لوژ روبروی صحنه که به نویسنده نمایشنامه اختصاص داشت، در کنار خانم سوان، مادام دومرسانت و کنتس موله جا گرفتند. این خانم به دلیل کنارگیری تدریجی دوشست دو گرمانت که دیگر از شهرت و افتخار سیر شده بود و چون فعال نبود افول میکرد، رفته رفته سرآمد و اول زن زمان خودش میشد. کسانی درباره اودت گفتند، در حالی که هنوز حتی نمیدونستیم شروع به ترقی کرده، با دیدن کنتس موله در اون لوژ فهمیدیم که دیگه به اوج رسیده. در نتیجه ممکن بود خانم سوان فکر کند که من از سر اسنوبی میخواهم دوباره به دخترش نزدیک شوم. اودت به رغم آن دوستان برجسته نمایش را با نهایت دقت چنان تماشا کرد که گفتی فقط برای دیدن آن آمده بود. به همان گونه که در گذشته ها جنگل بولونی را با انگیزه سلامت و تمرین بدنی می پیمود. مردانی که در گذشته کمتر گرده و می پلکیدند به بالکن رفتند. همه را جا به جا کردند تا خودشان را به او برسانند، تا دستش را بگیرند و به حلقه برجسته ای نزدیک شوند که او را در میان گرفته بود. اودت با لبخندی که هنوز بیشتر آمیخته با تعارف بود تا تمسخر، صبورانه به پرسش‌هایشان جواب می‌داد. بیشتر از آنچه تصور می‌شد خود را آرام می‌نمود که شاید هم صادقانه بود، چون صحنه چیزی نبود جز نمایش دیرهنگام یک رابطه خودمانی همیشگی که بی سر و صدا پنهان نگه داشته شده بود. پشت سر این سه خانم برگوئت جا داشت که همه نگاه‌ها به سویش برمی‌گشت و پرنس داگریژانت، کانت لوی دو تورن و مارکی دوبروته دوره اش کرده بودند. و درک این نکته آسان است که مردانی که همه درها به رویشان باز بود و دیگر انتظار هیچ ترقی جز در نوجویی نداشتند، به گمان خود ارزش خیشتن را نشان می دادند که می گذاشتند خانم میزبانی به سوی خود جلبشان کند که به کمال فرهیختگی شهرت دارد و نزد او می شود با همه نمایشنامه نویسان و رمان نویسان باب روز آشنا شد. و این همه برایشان هیجان انگیزتر و زنده تر از شب نشینی های پرنسس دو گرمانت بود که بدون هیچ برنامه و جاذبه تازه ای از سالها پیش کما بیش همانند آنی که شرحش به آن تفصیل آمد تکرار می شد. در این محیط بزرگ اشرافی، محیط گرمانت ها که دیگر کنجکاوی کمتری می انگیخت، مدهای روشنفکری تازه در سرگرمی های متناسب با ویژگی هاشان تجلی نمی یافت.
چنانکه قطعه های کوچکی که برگوئت برای خانم سوان می نوشت یا جلسه هایی که در خانه خانم وردورن با حضور پیکار، کلمانسو، زولاک، رناک و لابوری برگزار می شد و چیزی از نشست های کمیته امنیت همگانی کم نداشت. البته اگر جامعه اشراف به ماجرای دریفوس علاقه نشان می داد. ژیلبرت هم به موقعیت مادرش کمک می کرد چون به تازگی از یک خیشاوند نزدیک سوان حدود 80 میلیون ارث به ژیلبرت رسیده بود و همین مایه آن شد که در فوبور سن ژرمن کم کم به فکر او بیفتند. روی دیگر سکه این بود که سوان که در ضمن پا به مرگ بود عقاید دریفوسی داشت، اما حتی این هم به موقعیت همسرش آسیبی نمی زد و حتی کمکش هم می کرد. آسیبی به اون نمی زد چون می گفتند خرفت و احمق شده، کاری به کارش نباید داشت، مهم فقط زنشه که خیلی هم جذابه. اما حتی دریفوسگرای سوان هم به اودت کمک می کرد. اگر به حال خود گذاشته می شد شاید به ارفاقهایی به زنان شیک تن می داد که به او لطمه می زد، در حالی که در شبهایی که شوهرش را به مهمانی های فوبور سن ژرمن می برد، سوان سخت گوشه‌گیری می کرد و اگر می دید که همسرش آشنا شدن با خانم ناسیونالیستی را می پذیرد، بدون رو در بایستی به صدای بلند می گفت نمی فهمم اودت، به سرتون زده؟ خواهش می کنم سر جاتون بمونیم. چه ابتذالی از این بالاتر که بذاریم به آدم های ضد یهودی معرفیتون کنن؟ من که اجازه نمیدم. اشرافیانی که همه دنبالشانند به این اندازه سرفرازی و اینقدر بیتربیتی عادت ندارند. برای نخستین بار میدیدند که کسی خودش را از آنان بالاتر میداند. این قرولونت های سوان را برای هم تعریف میکردند و خانه اودت کارت ویزیت باران میشد. با رفتن اودت به دیدن مادام دارپاژون کنجکاوی های بسیاری انگیخته می شد که بسیار هم خوشایند بود. مادام دارپاژون می گفت ناراحت که نشدین به شما معرفیش کردم. زن خیلی خوبیه. ماری دو مرسانت ما رو با هم آشنا کرده. نه خیر. برعکس. گوی زن خیلی فهمیدهیه. خیلی هم جذابه. نه. حتی خودم هم دلم می خواست ببینمش. بگین ببینم خونش کجاست؟ مادام دارپاژون به خانم سوان می گفت که پریشب در خانهش خیلی به او خوش گذشته و با کمال میل مادام دو سنت اوورت را گذاشته و به خانه او آمده بود و این حقیقت داشت، چون خانم سوان را ترجیح دادن به معنی فرهیختگی بود و به این می مانست که آدم به جای یک مهمانی عصرانه به کنسرت برود. اما هرگاه مادام دو سنت اوورت همزمان با اودت به خانه مادام دارپاژون می آمد، از آنجا که مادام دو سنت اوورت بسیار اسنوب بود و مادام دارپاژون با همه نخوتی که به او داشت از رفتن به مهمانی هایش نمی گذشت، اودت را معرفی نمی کرد تا مادام دو سنت اوورت نفهمد او کیست. مارکیز او را پرنسسی تصور می کرد که خیلی اهل رفت و آمد نیست و به همین دلیل تا کنون او را ندیده است. دیدارش را طول می داد و نمی رفت و غیر مستقیم به گفته های اودت پاسخ می داد. اما مادام دارپاژون به هیچ وجه کوتاه نمی آمد و وقتی مادام دو سنت اوورت شکست خورده می گذاشت و می رفت، خانم میزبان به اودت می گفت معرفتون نکردم چون آدم خیلی دلش نمی خواد به خونش بره، اما مادام همه رو دعوت می کنه، نمی تونستین از دستش در برین. اودت مثلا با تأسف می گفت نه اشکالی نداره، اما این نکته را که تا اندازه‌ای هم حقیقت داشت به خاطر می سپرد که خیلی ها از رفتن به خانه مادام دو سنت اوورت خوششان نمی آید و نتیجه می گرفت که موقعیت خودش خیلی از او برتر است. هرچند که مادام دو سنت اوورت مقام اجتماعی بسیار بالایی داشت و خود او هنوز نه. اودت این را نمی فهمید و با آنکه همه دوستان مادام دو گرمانت با مادام دارپاژون دوست بودند، وقتی این خانم اودت را دعوت می کرد، خانم سون با لحنی اکراه‌آمیز می گفت به خونه مادام دارپاژون می رن. اما بعید نیست که فکر کنید خیلی اومولم. به خاطر مادام دو گرمانت اونجا احساس ناراحتی می کنن. که البته خانم گرمانت را نمی شناخت.